مسجد قبلتین یاد بودیست از حادثه‌ای بس بزرگ در تاریخ دعوت اسلامی و در مسیر برپایی دولت اسلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم تمنا داشتند قبله مؤمنان همان خانه‌ای باشد که پدرش حضرت ابراهیم علیه السلام به دستور الله ذوالجلال در مکه مکرمه بنا نموده بود. پروردگار یکتا آرزوی حبیبش معلم انسانیت صلی الله علیه و سلم را برآورده ساخت. تقریبا از فرضیت نماز در سفر ملکوتی معراج 3.5 سال سپری شده است. مؤمنان مهاجری که خانه و کاشانه و دیار خود را رها کرده در پی رسیدن به رضایت پروردگارشان سختی ها و مشقت ها را با جان و دل خریده اند، دلهایشان شیفته خانه خدا در شهرشان مکه مکرمه است. یهودیان مدینه به بهانه این که مسلمانان به طرف بیت المقدس قبله آنها نماز می گذارند، آنها را آماج تبلیغات سوء خود قرار داده بودند. تحویل قبله از بیت المقدس به طرف مکه مکرمه یک حادثه تاریخی گذرا نیست. مرزی است بین امت اسلام و ملت‌های پیشین. به خصوص یهودیان پیروان دروغین حضرت موسی علیه السلام که خود با دستانشان کتاب و دیانت خود را منحرف کرده بودند. این واقعه در حقیقت هویت ایمانی و شناخت تمدن مؤمنان را از سایر تمدنها و ملتها جدا ساخت. مسجد قبلتین در غرب مدینه در کنار وادی عقیق واقع است و چون شاگردان مکتب رسالت در این مسجد یک نماز را با دو قبله ادا کرده بودند، این مسجد به مسجد قبلتین یعنی مسجدی با دو قبله شهرت یافت. روز دوشنبه نیمه ماه رجب 16 یا 17 ماه پس از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره، در اثنای نماز ظهر پس از ادای 2 رکعت نماز، جبریل بر معلم بشریت نازل شده آیه تغییر قبله را به او وحی نمود. آرزوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود که خداوند متعال قبله ایشون رو از بیت المقدس به خانه کعبه در مکه مکرمه تغییر جهت بدن تا از اون پروپاگندا و از اون تبلیغات سویی که یهودیان به راه انداخته بودند نجات پیدا کنند و قبله ایشون بشه قبله پدرشون ابراهیم. در آیه 144 سوره البقره این حکایت هست: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها. ما میبینیم که چشم دوختی به آسمون و تمنا داری که قبله عوض بشه، ما همون قبله‌ای که دوست داری رو همونو قبله تو قرار میدیم. بسیاری از مفسران بر این باورند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان در همین مسجد که در منطقه بنی سلمه قرار داشت نماز ادا می کردند و برخی دیگر از تاریخ نگاران اشاره دارند که پس از تغییر قبله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیکی را گسیل داشتند و برخی دیگر از تاریخ نگاران اشاره دارند که پس از تغییر قبله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیکی را گسیل داشتند تا به مردم در مساجد دیگر اطلاع دهد. این فرد چون به مسجد بنی سلمه رسید، آنها در حال ادای نماز عصر بودند. او جار زد
که سوگند به خدا که من در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازم را به طرف کعبه الله در مکه مکرمه ادا کرده ام. مؤمنان بدون کوچکترین اعتراضی فوراً به دستور رسولشان لبیک گفته به طرف کعبه مشرفه تغییر جهت دادند.